در حالی که اعتراضات زنان افغان به خاطر اعاده حقوقشان در حاکمیت طالبان ادامه دارد، در اینجا شمار زنان افغان در ایالات متحده برای رسانیدن صدای آنها به جهان تلاش میکنند. رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای دختران و زنان افغان و حقوق بشر در پیام خاص تعهد ایالات متحده را برای حمایت از زنان افغان بار دیگر اظهار داشت. از زمانی که این پست را گرفتم، من صدای زنان افغان و جامعه مدنی را در اولویت کاری خود قرار دادم و به طور سیستماتیک به گوش مقامات حکومت امریکا رساندم و برای صحبت با طالبان از طریق دیپلماسی تلاش کردیم تا جایی که بتوانیم مردم را از عذاب بیشتر و بحران بشری نجات دهیم. در این حال برای بیرون رفت از وضعیت اسفناک حقوق بشری با طالبان نیاز به صحبت داریم. ناهید شاه‌عالمی که اخیراً کتاب جدید در مورد صدای زنان افغان به زبان آلمانی منتشر کرده است، از حفظ دستاوردهای زنان افغان و ادامه حمایت جامعه جهانی زنان افغان یادآوری کرد و گفت: What is happening in Afghanistan is much bigger. آنچه در افغانستان می‌گذرد فراتر از افغانستان رسیده است. در حال حاضر اتحاد واقعی در حمایت از خواهران و برادران هزاره که هدف قرار می‌گیرند با معترضین ایرانی اتحاد واقعی بسیار مهم است. در هر حال زنان در صف مقدم مبارزه برای حقوق بشر حضور دارند. انجمن زنان آمریکایی افغان تبار در ایالت ویرجینیا سالها بدین سو با برانداختن برنامه‌های ویژه از جامعه دایاسپورا یا مهاجرین افغان حمایت می‌کنند. با دلیل تحولات افغانستان، این انجمن فراتر از کار در داخل آمریکا، اکنون برای شمار از زنان افغان در داخل افغانستان نیز کارگشایی نمود. در آغاز می‌خواهم تصدیق کنم که دادخواهی ادامه دارد و مردم افغانستان در وضعیت بسیار مصیبت‌بار گیر ماندند. با خصوص زنان و دختران از حق تحصیل و دسترسی به منابع اقتصادی محدود شدند. امیدواریم که در هر نوع بحران این زنان و دختران هستند که بیشتر عذاب می کشند. یکی از حامیان این انجمن از سالها بدین سو برای حمایت از زنان افغان در اینجا و در افغانستان با انجمن هوا همکاری میکنند و فعالیت های انجمن را برای وصل کردن جامعه و افراد علاقمند افغانستان مهم میداند. آنچه که من میبینم بنیاد زنان افغان امریکایی با اجتماعات امریکایی متواصل شدند و برای آنها از دادخواهی و حمایت زنان افغان و کمک برای تسهیل بخشیدن زندگی آنها در اینجا تلاش میکنند. دکتر ناهید عزیز یکی از اعضای این انجمن مسئول برنامه ویژه ساعت روانی است که میگوید تاکنون این برنامه ها برای زنان به خصوص مهاجرین افغان که تازه در امریکا مستقر شدند کمک نموده است. تمام تمرکزی که میکنیم که چطور بتانیم موضوعات را داخل بیاریم به این موضوع به این پروگرام که باندازی او را به مردم نشان بدیم که یک تجربه نرمال مثل شما میرین وقتی شما به یک مملکت میزبان میایین معلومدار تا طابقت کردن به او اجتماع بسیار زیاد وقت میگیره. زنان افغان امریکایی تلاش میکنن که صدای زنان افغان که در حکومت طالبان حقوق و آزادی هایشان تا حد سلب شده است را بتانند که در جوابی خود، در اجتماعات خود در امریکا و در میان مقامات و جایی که بتانند صدایشان زنده نگه دارند و از بای مایت خود به این زنان افغان هم ادامه بتن. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای امریکا، ویرجینیا.